به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شما بینندای عزیز و خوب تلویزیون تیبی چراغ و به خصوص برنامه زن و سلامتی. امیدوار هستم تمامی شما بینندای عزیز خوب و جور و صحتمند باشین و در هر جایی که بیننده برنامه هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. بینندای عزیز بازم خوشحال هستم که برگشتیم با یک دیگر از برنامه های زن و سلامتی و باز هم دینا شهنشاهی با مهمان معزز دیگر در خدمت شما قرار دارم و امیدوار هستم شما هم امروز باز هم بیننده برنامه خودتان باشین و تا آخرین دقایق برنامه ما را تعقیب کنین. و امروز قرار است در برنامه روی چاقی و حمل صحبت داشته باشیم که روی امی موضوع امروز با خود در استودیو دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی که ایشان متخصص نسایی ولادی هستند را با خود در برنامه داریم که در نخست ایشان را خیلی خوش آمدید میگیم به برنامه. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. دینا جان سلام خدمت شما، خدمت همکارای محترمتون که زیاد زحمت میکشن و خدمت بینده های محترم که برنامه را تماشا میکنن. امیدوارستم که همه صحت و سلامت باشن و روزها را به خوبی بگذرن و امروز هم برنامه را تماشا بکنن و استفاده عظمی ازش بکنن. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردین. و قسمی که ما قبلا هم موضوع برنامه را اشاره کردیم، موضوع برنامه امروز ما چاقی و عمل است. پس اگر در نخست برای بیننده های عزیز راجع به خود اضافه وزنی یا مو چاقی معلومات بدین که چی است؟ دینا جان چاقی قسمی که تمام دوستان در موردش معلومات دارن امی وزن زیاد است. بله. و وزن زیاد یک مشکل بسیار جدی صحی را برای هر کس امکان داره که ببر بره یا با وجود بره. یعنی اثرات جداگانه و مختص به خود که داره سبب میشه که تاثیرات بسیار ناگوار در وجود هر فرد به وجود بره، خصوصا در زمان حمل مشکلات بسیار جدی را به وجود میاره. با پیشرفت اقتصاد و پیشرفت شدن شرایط اقتصادی و زندگی مردم و شهرنشین شدن مردم و استفاده از غذاهای به حساب فست فود و همچنان ماشینی شدن زندگی که به حساب استفاده از می تکنولوژی های بالا سبب شده که تحرکیت بین افراد جامعه در مجموع در تمام جهان کمتر شده و زمینه را بر چاق شدن یا چاقی بیشتر بسازه و این سبب شده که به شکل اپیدمیک چاقی با وجود بیاید. یعنی تعداد زیاد افراد در جامعه در تمام جهان چاق شوند و متاسفانه عوامل و عوارض را که چاقی با وجود میره انکار ناپذیر است. از جمله سبب میشه که فشار بلند بره، دیابت یا شکر نوع دو با وجود بیاید، سکته های مغزی با وجود بیاید. افراد چاق عموما اگر دیده باشین یا کم سنشان که بالا میره، حتی سنشان از 30 که بلندتر رفت، از درد و ناراحتی های مفاصل حکایه میکنن. کل ازی پرابلم های بسیار زیاد جدی هست و یک گپ بسیار مهم سبب ازی میشه که سبب کاهش عمر افراد میشه. یعنی درست. وقتی که یک فرد چاق بود اگر مثلا به امراض دیگه شده معلوم دار است که عمرش کاهش پیدا میکنه و با مو افراد که لاغر هستن عمر بیشتر میکنن. بله. چون تمام به حساب اما توازنه که در وجود لازم است از نظر زندگی در وجودش مکمل است، کامل است و میتونه که به شکل درست زندگی بکنه. و همچنان در خانمایی که حمل میگیرن و چاق میباشن، اینا مثلا قبل از اینکه حمل بگیرن اینا وزن زیاد دارن و وزن کنترل نمیکنن، معلوم دار است که اختلالات زیادی را بر خانم و همچنان بر طفل به وجود میره که همه را در برنامه گنجاندیم، در مورد صحبت میکنیم تا خانمای محترمی که وزن زیاد دارن امیال هم سر وقت است اگر بخواین وزن کم بکنن راه های را جستجو بکنن و در صورت که تصمیم به حمل دارن اول وزن کم کم بسازن. گرچه کم کردن وزن بسیار کار مشکل است دینا جان. یعنی یک بار که یک خانم یا یک آقا تمام افراد جامعه در مجموع میگم برشان که وقتی که وزن گرفتن و وزن کم کردن کار بسیار مشکل است، ولی خوب است که اگر وزن زیاد داریم اگر ما معیارات را که من در موردش صحبت میکنم در نظر بگیریم وزن میتونیم یک کم جلو پیشرفت و زیاد شدنش را بگیریم و اگر تصمیم به حمل داریم وزن کم کنیم بعد از حمل بگیریم که مشکلات ایجاد نشه. در مورد تعریف چاقی اگر
اگر من صحبت بکنم، خب چاقی خب معلوم داره است، پیشترم گفتم که وزن زیاد است، ولی از نظر مسلکی از نظر طبی باز یک تعریف مختص به خود داره که او عبارت از بی ام آی یا بادی مسل اندکس است که ما او را معیار قرار میدیم و میگیم کدام افراد افراد نرمال هستن، افراد چاق هستن و افراد چاق به حساب اوبیز یا به کلاس های مختلف تقسیم شده چاق هستن. که البته از نظر همی بادی مثلا اندکس که یک فرمول مختص است که اونو به حساب وزن بدن بر متر مربی وجود است که مساوی به اون بادی مثلا اندکس میشه. ده او افراد اگر از 18.5 تا 24.9 کیلوگرم وزن داشته امو بادی مثلا اندکس شان باشه، اونا ده شمار افراد نرمال میان. یعنی اگر شما 18 بی ام آی تان یا بادی مثلا اندکس شان 18 تا 24.9 است، شما ده شمار افراد نرمال میرین. اگر از 25 تا 29.9 هست، این وضعیت اضافه وزن است. یعنی هر فردی که بیم آش از 25 تا 29 باشه اضافه وزن هستن. بعد از او اگر به 30 رسید بیم آی، وقتی که اندازه گیری بکنن او افراد افراد چاق گفته میشه که باز چاق به 3 کلاس مختلف دیگه تقسیم شده که یکیش از 30 تا 34 از بیم آی که کلاس 1 اوبیز یا چاق است، از 35 تا 39.9 هست که او در کلاس 2 چاق و 40 و اضافه تر از 40 است که در کلاس 3 چاقی میه که اونمو به حساب افراد بسیار چاق گفته میشه. تغییرات بسیار زیاده را در وجود چاقی به وجود میاره. در قدم اول امو به حساب امو اندام متناسب در فرد متضرر میسازه. یعنی یک فرد که لاغر است و وزن متناسب یا نرمال داره نظر به یک فرد که چاق است و وزن زیاد داره معلوم داره است که اندامش به شکل نرمال یا استایل که خودش میخواه نیست. لباس های بسیار متناسب و چیزی را که به حساب خاصش از پوشیده نمیتونه. بیشتر اوقات یک شوخی با دوستا بکنم لباس بسیار مناسب در بازار برشان پیدا نمیشه، مجبور هستن که همیشه از خیاط مراجعه بکنن لباس فرمایش بدن. در پالی از این پرابلم های صحی بسیار جدی را که بیشتر هم یاد کردیم بر افراد با وجود میره که یکی از مشکلات بسیار جدی و از فشار بلند است. یعنی افرادی که بیم آی سی اضافه تر از سی داره، گرچه گفته شده که تا از سی کیلو سی بیم آی سی سبب از این نمیشه که ما بگیم حتما فشار فرد بلند میره. زیادتر با اندازه گیری دور کمر، اگر اندازه گیری شده که 88 سانتی متر باشه یا به می حدود باشه، اینی فرد یک فردی است که بسیار زیاد مناسب به ایست که فشارش بلند بره و شاید هم فشارش بلند باشه. ولی به هر حالتش اینمی تعریف مختص به چاقی بود که دوستان متوجه باشن. حرفای دیگر هم باز ادامه خود دادیم. بله بسیار خوب دکتر صاحب، و راجع به اسرار چاقی هم اشاره کردین و در قسمت از گپایتون راجع به بارداری هم اشارات داشتین. پس حال اگر بیایم مشخص روی بارداری صحبت کنیم، ای که ارتباط چاقی با بارداری چی است؟ دینا جان، چاقی با بارداری بسیار ارتباط زیاد داره. به مخاطر برنامه را ما مختص به می ساختیم که خانمای عزیز، خانواده عزیز بفهمن که وقتی که یک فرد چاق باشه چی از راه را اگر حمل داره برش به وجود میره و اگر حمل نگرفته مثلا چی مشکلات ایجاد میکنه. در قدم اول اگر در مورد فرتیلیتی یا حملگیری یا خود بارداری ما صحبت بکنیم، افرادی که به حساب وزن زیاد دارن یک مشکل بسیار عمده وقتی که اینا ازدواج میکنن ممکن است که حمل نگیرن. این تمام دوستای ما با خبر هستن، اگر برنامه را دیده باشن میفهمن که به دلایل مختلف امکان داره که اینا حمل نگیرن و یا به مشکل حمل بگیرن. یک دلیل بسیار واضح اونمو یک مقاومت در مقابل انسولین به وجود میه، از باعث همی وزن زیاد و موجودیت کتلات زیاد شهم در وجودشان، در مجموع تمام هورمونایی که در خانم ها افراز میشه یک مقاومت در مقابل فعالیت های هورمونی زیاد موجود است. و یک دلیلش اینمی مقاومت در مقابل انسولین است که در این خانم ما برنامه داشتیم در موردش که با وجود آمدن پی سی او یک گپ بسیار واضح است که اینا پی سی او را ممکن است تجربه بکنن. و این سبب شود که خانم ما یک اوولیشن نرمال نداشته باشن، یک به حساب بعض وقتا منس نرمال نداشته باشن که سبب شود که نزد زیا بارداری به وقوع
نپیونده. و بعدا هم وقتی که اینا حمل میگیرن باز پرابلم های دیگری ایجاد میکنه، امی حمل گرفتن جریان حمل بر از اینا که یکیش مثلا امکان داره که سبب ایجاد سقط نزیزی شوه. در افراد خانمایی که چاق هستن عموما امکان داره از 12 تا 20 هفته اینا سقط تجربه بکنن، و در خانمایی که وزنشان زیاد از 1/5 یعنی در هر 5 خانم یک خانمی که وزن زیاد داره امکان داره که سقط طفلشان سقط شوه، و اگر بیم آیشان از 30 بالاتر باشه حتی امکان داره در 4 خانم یک خانم یا در 3 خانم یک خانم، یعنی هر قدر وزن زیاد باشه مواجه شدن به سقط در این خانم بیشتر است. در پولی ازو اگر وزن زیاد باشه خطرات پرکلمسیا در این خانم زیاد است. چرا؟ به خاطر از اینکه فشار از اینا وقتی که بالا رفت به حساب یا بسیار مساعد میشن به اینکه پروتئین یوری پیدا بکنن و زایما پیدا بکنن، بالاخره اینا پرکلمسی را تجربه بکنن. در اینا هم گفته شده که افراد که وزن بیم آی 30 دارن در اونا 3 برابر نسبت به افراد دیگه حتی 4 برابر افراد نسبت به افراد دیگه بسیار مساعد به پرکلمسی هستن. اگر پرکلمسی را کنترل نکنن میرن به طرف اکلمسی ها و خطرات بسیار جدی را به خودشان و طفلشان هی برابر میکنه و به وجود میره. در پولوی ازی امکان داره که اینا مساب به شکر شوند، شکر 92 که خانمایی که وزن زیاد دارن و او را کنترل نکردن وقت کامل بگیرن ممکن است که اینا شکر هم از 92 یا امو دیابت تایپ 2 را اینا تجربه بکنن. به مخاطر افراد که وزن زیاد دارن خوب است که شکر خود قبل از اینکه حمل میگیرن و وقتی که حمل گرفتن دفته 24 تا 28 هفته حتما شکر خون خود معاینه بکنن که اگر بالا بود بازم منجمنت که ضرورت است او باید نزدشان انجام شود تا خطرات که ناشی از وزن زیاد ناشی از شکر که نزدشان به وجود آمده او کمتر شود. در پولیو ترومبوز یا لخته شدن خون در اویای از اینا ممکن به وجود بیاره، ممکن طفل ازی که اینا به دنیا میرن یک طفل بسیار با وزن زیاد باشه که خطرات اختلالات بسیار وصفی بارز رایی ممکن است که برشان به وجود بیاره که در لاولای برنامه در مورد خواهد صحبت کردیم. بعد از اینکه ولادت کنن ممکن پی پی اچ اینا تجربه بکنن، یعنی پست پارتوم هموراژ، به خاطر از اینکه اینا زیادتر وقتا طفلای با وزن زیاد به دنیا میرن وقتی که طفل ولادت شد رحم زودتر تقلص نمیکنه، یک رحم بسیار کلان زودتر تقلص نمیکنه. یک تعداد از این افراد خانم ها ممکن است که چون وزن زیاد دارن امی پروسه لیبر در نزد زی بسیار طویل شوه، وقتی که پروسه لیبر طویل شد رحم دیگه خسته میشه، وقتی خسته شد بعد از ولادت اگر هم منیجمنت پی پی اچ قبلا بر مریض گرفته نشده باشه ممکن است که خانم بره به طرف پی پی اچ، یعنی یک مقدار زیاد خون ضایع کنه. گرچه در خانم هایی که ولادت میکنن تا 500 سی خون هم اگر بعد از جریان ولادت و یا بعد از ولادت زایع بکنن یک امر طبیعی و نرمال است، و اگر سزارین میشن و عملیات میشن تا 1000 سی خون، ولی اگر بیشتر از شاید که باز پی پی اچ است. بنان میبینیم که چاقی چقدر ارتباط داره با وجود آمدن خونریزی های بعد از ولادت یا در جریان ولادت. همچنان انتانات یک علت دیگه میتونه برای زیاد باشه یا بسیار مساعد به انتانات هستن بعد از ولادت. مثلا یک خانم اول بوریس اگر نزدش اپیستومی صورت میگیره یا مثلا ضرورت است طفل ولادت نمیشه قیچی یا زده میشه ممکن است که انتانات در اوج مداخله بکنه و خانم زخمش زود جور نشه، یا اگر سزارین شود زخمش زود جور نشه. بنان ببینیم که دوستای عزیز چقدر کسایی که وزن زیاد دارن معروض به خطرات مختلفی است باعث چاقی یا وزن زیادشان است. بله دقیقا بسیار خوب دکتر صاحب. و حال اگر راجع به این معلومات بتین که اختلالاتی که ممکن است در خانمای چاق در زمان بارداری به وجود بیایه چیا بوده میتونه و چاقی چقدر بالای امو طفلش که در بطنشان است میتونه ضرر داشته باشه؟ دینا جان در مورد اختلالات یا اختلالات که زمان حمل در خانمی که باردار است با وجود می آیم صحبت کردم، یک تعدادش گفتم. بله. و خوب است که ما در مورد از این که بر طفل چی ضرر یا چی از راه داره او را بر دوستای ما بفهمانم و دوستان متوجه شوند که وقتی که یک طفل در بطن دارن و وزنش زیاد است کدام مشکلات ممکن است به اینا بود. یک اختلالات بسیار وصفی اما سقط است که ممکن است خانم سقط بکنه یکی. بله. و ممکن است که پرترم لیبر به وقوع پیونده، یعنی خانم پیش از وقت پیش از اینکه وقت ولادتش
پوره شوه ولادت بکنه. ممکن است طفل در داخل بطن فوت بکنه یا فیتال دت شود طفل درست. و یا ممکن است که سوی اشکال ولادی در این خانم با وقوع پیمانده سوی اشکال ولادی هم در این خانم بیشتر دیده شه، حتی نیورال تیوب دفکت که به حساب مو سیستم عصبی به حساب متضرر میشه بله. دوستای ما بفهمن دیده شده و یا ممکن است که در دیگه اعضای طفل انومالی یا سوی اشکال موجود باشه. همچنان خانم هایی که گفته شده که بیم آی بیشتر از 30 دارن، اونا زیادتر ممکن به طرف امی انومالی های طفل برن و انومالی های طفل تجربه بکنن، اطفالشان متاسفانه با سوی اشکال به دنیا بره درست. و همچنان اطفالی که از مادرای چاق به دنیا میرن زیادتر وقتا دیده شده که طفلام گفتیم چاق می باشه، وزن زیاد می باشه و ممکنه بعد از اینکه طفل کلان میشه او هم چاق باشه و اگر مادر دیابت داشته باشه طفل هم مسابه دیابت باشه. در پولی از او در خانمایی که وزن زیاد دارن، چون اینا یک تعدادشان زیادشان فشار بلند دارن، اینا ممکن است که یک محدودیت در رشد طفل موجود باشه و یک لابرت ویت طفل اینا یا سمال فور جستشنال هیچ طفل اینا به دنیا برن، یعنی طفل با وزن که بسیار کم. ولی اگر مادر دیابت داشته باشه باز یک طفل مکروزی میاره میتونه به دنیا برن اینا. بله بسیار خوب دکتر صاحب و بسیار تشکر از شما. بیننده عزیز در قسمت برنامه یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. ما را همراه باشید. بازم برگشتیم بیننده عزیز و بعد از ظهر تمامی شما عزیزا بخیر. امروز در برنامه روی چاقی و عمل صحبت داشتیم و دکتر صاحب درباره خود چاقی و اضرارش و همچنان رابطه با عمل صحبت کردن و حال هم در ادامه بس دکتر صاحب را با خود داریم و بس را با ایشان ادامه میتیم و امیدوار هستم شما هم تا آخرین دقایق برنامه بیننده برنامه خودتان باشین. خب دکتر صاحب، حالا اگر برای بیننده های عزیز معلومات بدین راجع به اینکه آیا در زمان حمل خانم ها میتونن وزن خود را کم و یا کنترل بسازن و یا خیر؟ دینا جان، موضوع بسیار مهم برای هر خانمی که وزن زیاد است ایست که بسیار یک کار خوب هم ایست که قبل از اینکه حمل بگیرن وزن خود کنترل بکنن، کم بسازن و یک وزن ایدئال داشته باشن. بخاطر از اینکه در زمان حمل بسیار مشکل است که خانم مثلا بعضی چیزها را نخوره یا جلوگیری کنه از خوردن و از اینکه خود کنترل بکنه. بازم یک معیار یا یک به حساب یک معیار بسیار معین و مناسب تعیین شده به خانم هایی که وزن در زمان حمل هستن و اونا چگونه باید وزن خود کنترل کنن یا چی حدود حمل بگیرن که وزن خود مثلا متوجه باشن و چقدر وزن بگیرن. یکی است که خانم هایی که وزن بیمای 18.5 یا 18 دارن، اینا میتونن حتما باید 13 تا 18 کیلوگرم وزن بگیرن. خانم هایی که بیمای 18 دارن، یعنی یا از 18 پایان تر دارن، یعنی خانم های لاغر بله. یعنی اونا میتونن 13 تا 18 کیلوگرم در زمان حمل وزن بگیرن، یک وضعیت نرمال است. همچنان بیم آی 24 اگر دارن اونا تا باید تا 12 تا 16 کیلوگرم وزن بگیرن. بیم هایی که خانم هایی که بیم های 25 تا 29.9 دارن، اینا باید 7 تا 12 کیلوگرم وزن بگیرن و خانم هایی که بیم های 30 یا بیشتر از 30 دارن، اونا 5 تا 10 کیلوگرم وزن بگیرن. یعنی این نشان میده که وقتی که خانم باردار شد حتما وزن هم میگیرنه بله. ولی به خاطر از اینکه اضافه وزن نشن باید یک راهکار را روی دست بگیرن که او متوجه بودن در خوراک هست که چقدر باید خانم خوراک خود متوجه باشه، کدام غذاها و کدام مواد غذایی را استفاده بکنه، از کدام مواد غذایی کمتر استفاده بکنه و چی کارهای دیگه را بکنه که وزنش زیاد نشه یا اضافه وزن نشه. با بیمه‌ای که ما یادآوری کردیم به او حدود خون مشخص است که اگر بیم آی خانم مثلا 25 است باید چقدر وزن بگیره واضح است. و ولی اگر وقتی که چی میشه وزن اضافه وزن میباشه بله. باید یک راهکار رتما روی دست بگیره تا وزن زیاد نشه و این ضرورت به مشاوره داره. رتما مریض یا خانم باید نزد دکتر بره، یک مشاوره با دکتر داشته باشه تا برش اگر خودش میفهمه خوب است که از اون طریقایی که خودش میفهمه و خانمایی که تحصیل کرده
هستن حتما اونا با میدیا در ارتباط هستن، با مثلا یوتیوب هم میبینن، گوگل هم میبینن، اونا میتونن از او استفاده بکنن یا اسکیچوال بخواد بسازن. ولی اونایی که ضرورت دارن که مشاوره با دکتر بکنن، حتما با دکتر مشاوره بکنن و یک اسکیچوال درست و منظم بر تغذیه خود بسازن تا اضافه وزن نشن و وزن بیشتر که سبب پرابلم های جدی بر خودشان بر طفل میشه از او جلوگیری بکنن. بله بسیار خوب دکتر صاحب. پس کدام راهکارها وجود داره که یک زمان بتونه وزن یک خانم بتونه وزن خود را در زمان بارداری و یا قبل از بارداری کم بسازه؟ دینا جان، در مجموع تمام خانمایی که اگر حمل دارن یا ندارن بسیار همین کاهش وزن نزدشان بسیار کار مشکل است. نه بیشتر میگیم که وزن گرفتن بسیار آسان است ولی وزن باختن کار مشکل است. طریقای مختلف برای کم کردن وزن وجود داره ولی یک تعداد زیاد زیاد جنبه تجارتی داره. یعنی مثلا اعلانات از ادویه‌ها که اعلان میکنن که اگر شما استفاده بکنین میشه که وزنتون کم شوه یا چیز. ولی زیادتر وقتا وقتی که از یک میتود هم اگر یک فرد استفاده میکنه، متاسفانه اگر متوجه نباشه و اون میتود را که استفاده کرده یا مسکشبل را که به خود ساخته اگر او را تعقیب نکنه، بسیار زود میتونه که پس وزن خود بیره و پس دوباره چاق شوه. میتود های مختلف از قبیل میتود های تداوی، میتود های رفتاری و جرایی وجود داره که به خاطر ازی که وزن کم شوه. ولی در خانم های باردار اگر وزن زیاد دارن، خانم های که میخواین باردار شوه، اگر وزن زیاد دارن، در قدم اول یا خب بسیار مهم است که در سه ماه اول که در سه ماه باید اینا قبل از سه ماهی که باردار میشن یا مشوره بکنن و وزن خود کم بسازن. بخاطر از اینکه ممکن است که اگر اینا پیش دکتر مراجعه بکنن و مشوره با دکتر داشته باشن، بعض مشکلات دیگی صحی هم نزد ازیا کشف شدنی او را قبلا باید تداوی بکنن. تشکر. و بله تشکر از شما دکتر صاحب و بسرا با شما ادامه میدیم. بیننده عزیز، در قسمت برنامه یک وقفه خیلی کوتاه داریم و دوباره زود برمیگردیم. برگشتیم بیننده های عزیز و سلام مجدد خدمت کسایی که امین اکنون بیننده برنامه خودشان هستن و امروز در برنامه روی چاقی و حمل صحبت داشتیم و امیدوار هستم شما تا ایدم بیننده برنامه خودتان بوده باشین. و هم بسره در این مورد با دکتر صاحب ادامه میتیم. بفرمایید دکتر صاحب. شما دینا جان، قسم قبلا گفتیم یه خانم وقتی که میخواه حمل بگیره، اولا خو اگر وزن زیاد داره قبل از اینکه حمل میگیره، یعنی همیشه مدت تمام برنامه گفتیم یه خانم وقتی پلان برای گرفتن حمل میکنه، سه ماه قبل از اینکه حمل بگیره باید تمام مشکلات صحی خود یک دفعه به حساب از نظر بگذرانه. اگر کدوم مشکل صحی داره او رو باید حتما تداوی بکنه که یکی از او پرابلم ها چاقی بوده میتونه. بله. وقتی که یک خانم چاق نزد دکتر مراجعه میکنه، با تاریخچه که دست دکتر گرفته میشه، خواهی نخواهی بعض پرابلم های دیگر رو پیشتر هم گفتم که ممکن است نزد مریض دکتر کشف بکنه. مثلا یک پرابلم دیابت یا شکر است. یک خانم چاق ممکن است که دیابت داشته باشه که از نظر خودش به دور مانده، و یا یک خانم هست که مساعد برای دیابت است، و یا ممکن است این خانم فشار بلند داشته باشه، ضرورت است که باید دور تداوی بکنه بعد از عمل بگیره، و یا خدای نخواسته مشکل قلبی داشته باشه، حتما باید دور تداوی بکنه بعد از عمل بگیره. به خاطر اینکه مثلا یک خانمی که مشکل قلبی داره، بعض خانمایی که مشکلات قلبی دارن تمام نه، یک تعدادشون بسیار پرابلم جدی قلبی می باشه، حتی امکان داره که حمل گرفتن بر از اونها یک محدودیت بسیار جدی و برای یک مدت طولانی ضرورت بایی باشه که خانم هیچ حمل نگیره، تداوی بکنه و بعد از او حمل بگیره. درست. بگیره. بنان خوب است که وقتی که شما وزن زیاد دارین، حتما پیش از اینکه حمل بگیرین یک بار یک مشاوره با دکتر داشته باشین یا وزن خود کم کنین. با راه ها و راهکارهای مختلف بیشتر هم ذکر کردیم، میشه که شما یکم از وزنتان بکاهین و بعد از او تصمیم به حمل گیری بکنین که نتیجه حملتان و نتیجه به حساب تداوی ها و منجمنتی که خود میکنین مطلوب و مناسب باشه. بله بسیار خوب دکتر صاحب. پس رژیم غذایی مطلوب برای کاهش وزن
چگونه است؟ در تمام افراد دینا جان رژیم بسیار مطلوب و مناسب گفته شما موجود است که ما بتانیم حداقل تا یک جایی را وزن خود کم سازیم و کاهش بدیم. از جمله کاهش چربی در غذاست، یعنی ما هرگاه چربی را کمتر استفاده بکنیم و کمتر در بعض خانواده هست که بسیار زیاد به مقدار زیاد روغن استفاده میکنن، غذا بسیار چرب میباشه، برنج تا خوب چرب نباشه او را نمیخورن، میگن که مثلا کیفیت خود نداره یا لذیذ نیست، در حالی که چقدر مضر است این موضوع. و استفاده از مواد قندی بسیار مضر است، گرفتن بیشتر مواد قندی سبب از این میشه که فرد بیشتر وزن بگیره و بیشتر چاق شود. همچنان این افراد وقتی که وزن زیاد دارن، وقتی که قندیات کم میسازن، چربی ها کم میسازن، میتونن از غلجات به مقدار زیاد استفاده بکنن، درست. از کربوهیدرات ها به مقدار چیزایی که طبیعی است به مقدار زیادتر استفاده بکنن، نسبت به یکی نو ترجیح بدن که مواد قندی را بگیرن و یا چربی را زیادتر استفاده بکنن. بله. همچنان در پولیش از مواد پروتئینی استفاده بکنن، میوه‌جات میتونن به مقدار کافی استفاده بکنن، موادی که فایبر داره بیشتر استفاده بکنن. بله. و همچنان از سبزیجات، و در صورتی که کدام مشکل نباشه میتونن که پیاده روی زیادتر داشته باشن، حداقل روزانه بر نیم ساعت یا یک ساعت اگر پیاده روی داشته باشن بسیار زیاد برشان خوب است. درست. بخاطر از اینکه اشتها را کنترل بکنن هم راهکارهایی وجود داره که ما برای دوستا اینا میگم، شاید تعداد زیادش خصوصا خانمایی که وزن زیاد دارن خب بلدیت دارن، ولی برای یک تعداد که نمیفهمن اینا زیادتر کوشش بکنن در حالت وقتی که غذا میخورن بشینن نشسته غذای خود صرف بکنن، یعنی در حالت استاده و دویدن این حالت یک حالت مناسب برای گرفتن غذا نیست، اما حالت نشسته با اعصاب آرام گرفتن غذا بسیار زیاد مناسب است. اگر قبل از اینکه خانم غذا نوش جان میکنه، اگر 5 دقیقه پیش از یک یا دو گلاس آب بخوره بسیار زیاد خوب است، یعنی یک جای یک قسمت از معده را میاب ممکن است که پر بسازه و اما تغذیه بیش از حد یا گرفتن غذای بیش از حد، ماشاءالله خانمایی که وزن زیاد دارن به شمول خود ما اشتها بیشتر دارن، بنان اگر ما یک دو گلاس آب قبل از اینکه غذا را صرف میکنیم بگیریم یک ذره از اشتها ما میکاهه. در پولی از او باید همیشه وقتی که ما غذا میگیریم نان اما تایمای گرفتن یا اخذ غذا باید مشخص باشه، چاشت باید وقتش باید ما غذا صرف بکنیم، صبح به مو وقتش باید غذا صرف بکنیم و شب هم به مو شکل، بخاطر از اینکه از ریزه خوری ما را نجات میده. یعنی اگر ما چاشت غذا نخوریم ممکن است تا دیگر بیشتر از مقدار غذایی که ما چاشت میخوردیم غذا میل بکنیم. و در پولی از او باید همیشه وقتی که غذا میخوریم در یک ظرف کوچکتر یا خردتر ما غذای خود بگیریم و میل بکنیم، و همچنان در سر دسترخوان از یک نوع غذا خوبتر است که استفاده بکنیم. بله. و گرچه در خانواده خود تعداد زیاد افراد هستند ممکن است غذای متنوع و مختلف باشه، ولی اگر یک غذا باشه امو فرد وقتی که یک غذا را خورد، اگر دو سه غذا باشه خب مجبور است که از دو سه غذا میل بکنه، ولی بله. اگر یک غذا باشه یک غذا را میتونه کمتر میل بکنه. در پولی از که وقتی که ما غذا صرف میکنیم اگر ترکاری بابا در جمع غذایی که صرف میکنیم جمع بسازیم و بله. از او هم استفاده بکنیم، او هم خوب است که مثلا یک برنج کمتر میخوریم و ما ترکاری را بیشتر استفاده میکنیم، این سبب میشه که از وزن ما بکاه. و همچنان مواد غذایی را اگر دور از دید ما قرار بدیم در خانه نگهداری کنیم، این هم یک راهکار بسیار خوب، به خاطر از این که معلوم دار است که اگر غذا مثلا در یک جای بسیار قابل دید باشه، بله. وقتی که آدم اگر نه هم نباشه متوجه میشه و مجبور میشه که از او استفاده کنه، ولی اگر از دید دور باشه سبب میشه که آدم مقدار زیاد غذا را استفاده نکنه. همچنان استفاده از نوشابه ها، از چپس، از غذاهای فست فود و غذاهای آماده هم سبب میشه که آدم وزن زیاد بگیره، و چون اشتها هم زیاد است و گرفتن از او بیخی کالوری بسیار بلند در وجود ذخیره میسازه و سبب از این میشه که ما وزن بگیریم. و خوردن شیرینی باب بسیار گپ مهم است که ما شیرینی را کمتر بخوریم. بله. بسیار تشکر دکتر صاحب از موضوعاتی که اشاره کردین در برنامه و از تشریف آوریدتان. سلام.
بیننده عزیزی بود برنامه امروز ما که تقدیم شما کردیم. امیدوار هستم بیننده برنامه بوده باشین و برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی و موضوع بعدی که باز هم در خدمت شما با یک موضوع کاملا جدید و دکتر صاحب معزز در خدمت شما قرار بگیریم، تمام شما را به خداوند یکتا امانت می‌سپارم. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.